ظاهری که همون موقع ساده بود الان هم همچنان ساده هست. من صاروف رو باز میکنه یکم رخ عقاب بگیره، مثلا ببینی ترمزاش ترمز نداره، ازم واقعا ترمز نداره. سیستم کنترل پایداری ماشین به نظر من معرکه عمل میکنه. با بودجه حدود 500 تا 700 تومان یه ماشین اسپورتی که استهلاکش زیاد بالا نباشه، با اینکه مدلش پایینه، به سختی میشه توی بازار مریض خودرو ایران پیدا کرد. هیوندای کوپه یکی از گزینه‌هایی که خیلی بهش فکر میشه و خیلی هم متعصب داره. بریم برای بررسیش با من سالار همراه باشید. قبل از اینکه بریم سراغ این کوپه دوست داشتنی از دیار کره‌ای، خوشحال میشم که کانال سابسکرایب کنین و بگین که با بودجه 500 تا 700 تومان چه ماشینه اسپورتی میشه خرید که کوپه باشه. یکی از گزینه‌هایی که بررسی هم کردیم سراته کوپه بود. اگه بررسیشو ندیم این بالا کلیک کنیم بریم ببینیم، و برای اتصال به یوتیوب هم از گذرآزاد با کد تخفیف سالار استفاده کنیم. اما این ماشین از سال 2007 تا 2009 وارد ایران شده. 2007 فیس لیفتی بود که برای نسل دوم زده شد و همزمان هم وارد ایران شد. اون موقع ماشین اسپورت خیلی کم بود توی بازار و جز به معدود انتخابایی بود که میشه کرد به غیر از حالا آلمانیا. ظاهری که همون موقع ساده بود الان هم همچنان ساده هست و تغییر خاصی نکرده. خیلی ها شاید به خاطر ظاهر سادهش بود که میرفتن سمتش، چون جوان ها معمولا ظاهر خیلی فضایی و خط و خطوط عجیب غریب رو نمیپسندن. کاپوت کشیده، دوتا خطی که یه خورده عضله داده به ماشین. اینو بهتون بگم که شاید یکی از رقیبایی که از این ماشین یه خورده گرون‌تر باشه GT86 تویوتا که اونم بررسی کردیم همین چند وقته. اگه نگینیم بالا کلیک کنیم ببینیم. یه سری کلکلا بین این دوتا ماشین هست، حالا توی ادامه بهش اشاره میکنم. اما چیزی که من توی ماشین زیاد دوست ندارم این قسمت دماغشه، یه خورده پخ کرده، یه خورده جالب نیست زیاد. جلو پنجره که فقط همین شیار کوچیکه و این بالا هیچ خبری از جلو پنجره نیست. چراغایی که افترمارکت عوض شده و سپر کاملا ساده، پایینش یه سری فقط طرح زدن. رینگای ماشین رو رنگ کردن به صورت افترمارکت که با رنگ ماشین هم تقریبا سه شده، به نظرم جذابه. و رینگای 18 اینچی فابریک روش هست. معمولا برای اینکه ماشین رخ بگیره، چون کلا ساده هست، این بین جنسیس سوارا که برادر بزرگتر و قوی‌تر این ماشینه و کوپه سوارا بابه که میان سانروف رو باز میکنن که یکم رخ عقاب بگیره مثلا. ولی در کل نماد بغلش به خاطر این خطی که کشیده شده زیاد هم ساده نیست، هم بالا هم پایین یه کانالی که باز شده. و ویژگی کوپه بودن که دو دره، خبری از چهار در بودن نیست. درب ماشین هم زیاد سنگین نیست و آینه روی بدنه که نصب شده یه حس باحالی میده. این قسمت ماشین که با شیب خیلی ملایم تموم شده، اون حسال ایرودینامیک و کوپه بودن رو خوب القا میکنه بهمون. و شیشه ای که بسیار بزرگه، شیشه عقب، که به نظر من جذابه. یعنی اینقدر حجم شیشه برای خودش جالبه. تو نمای عقب هم چراغی که به نظر من از جلو باز یکم بهتره، یکم شکل جذابتری داره. و یه دونه باله عقبی که اسپویلر در اصل بهش میگن اینجا زده شده. و عقبش میتونم بگم از جنسیس پایین تره، بخش ترایش از سراتو کوپه بهتره و به جیتی 86 نمیرسه. سپر عقب کاملا ساده و یه تراحیه میتونم بگم مینیمال انجام شده، فقط با این باله یکم جذابتر شده. FX که به این ماشین میگن و V6 هم که برای موتوری ماشین بعد صندوق میریم سراغش. صندوق این ماشین باید با سویچ باز کنم، دکمه روی سویچو نگه میداریم و باز میکنه صندوق رو. صندوق مثلا MG GT MG 6 که بررسی کردیم اونم، و مثل پورشه پانامرا و مثل پراید 141 شیشه و صندوق باز میشه. صندوق حجم خوبی داره، یعنی به نسبت کوپه بودن به نظر من عوادش خوبه. از GT 86 یه خورده بزرگتره و شاید بگم در حد سراتو کوپه هست، یه ذره شاید از سراتو کوپه کوچیک‌تر باشه. این زیر هم یه زاپاس فرغونی هست که یه سری وسایل اینا توش هست و امکانات دیگه هم نداره. یه چراغ کوچولو فقط
اینجا نصب شده. اما موتورش، موتور این ماشین تنها جاییه که خیلی تفاوت داره با GT86 مثلا که یکم از این بالاتره و سراتو کوپه. یه موتور 6 سیلندر خورجینی تنفس طبیعی با 167 اسب بخار 246 نیوتن متر گشاور و یه گیربکس اتوماتیک 4 سرعته که کاش حداقل 5 سرعته می بود. این 4 سرعته بودنش مثل نیسان ماکسیما اتوماتیک هست. خوبه این موتور اینه که به بنزین حساس نیست، تنفس طبیعیه و اینکه معمولا زیر دست جوون خوب دووم میاره، با اینکه شاید سرویس دوره‌ایاشو خوب بهش نرسن. هزینه سرویس دوره این ماشین با همه چی اورجینالش و روغن مرغوب شاید 2.5 تا 3 تومن در بیاد، اما بازاری چیزی که عوض میکنن دوستانی که مالک این ماشین هستن حدود 700 800 تومن تا 1 تومن در میاد. این موتور روی توسان 2007-8 هست، روی کیا اپتیمای 2010 هم هست و موتور 2700 سی سی که روی خیلی از محصولات کیا هیوندای سوار شده. یکی از جذابیت این موتور 6 سیلندر بودنش به این منجر شده که دو تا اگزوز عقب، دو تا خروجی از هم جدا، دو تا دهنه بزرگ و یه حس جذابی از عقب بده. برادر بزرگتر این ماشین که میشه هیوندای جنسیس کوپه، موتور 3800 سی سی داره که اونم 6 سیلندره ولی داستانش خیلی فرق میکنه. چرا؟ چون اون دیفرانسیل عقبه، این محور محرکش جلو هست و توی بحث هندلینگ و لذت رانندگی تفاوتاشو میتونم بگم زیاد هست و تو بحث نگهداری هم این ماشین به صرفه تر از اونه. این صدای بوبوقی هم که میکنه به خاطر دزگیرش، حالا مورد خاصی نیست، ولی بریم سراغ داخل. بریم سراغ داخل هیوندای کوپه FX. درک فریملس هست مثل میتونم بگم اکثریت ماشین کوپه و روی در کاملا از مواد نرم و از چرم و پلاستیکی که روش کاور کشیده شده تشکیل شده. دستگیری در رو ببینید، جنس ساختش خیلی بالا نیست، درست سال مثلا 2006-7-8 ولی کم کم رنگ و روش داره میره. غیر از اینم از ماشین هیوندای انتظار نداریم دیگه، چقدر گذشته 14-15 سال و همین هم میشه دیگه. صندلی این ماشین هم مال این 92 کوپه است، چون مالک نمیخواسته زیاد گود باشه و یک کم ارتفاع بالاتر میخواسته که سلیقه است به هر حال. و در مورد صندلی اصلا نظری نمیدم چون فابریک نیست. پشت فرمون که میشینیم، اول اینکه یکم صندلی ارتفاعشون اومده بالا برای من شاید راحت نباشه، باید زیاد بخوابونم صندلی رو و اینجوری بشه دیگه، لشتوری. البته ماشین کوپه هم بیشتر لشتوری حال میده. یه فرمون کاملا ساده، یعنی در حد این که بگم زیاد تفاوتی مثلا با پژو پراید نداره، دو تا سه تا پلاستیک نقره‌ای فقط زدن روش و اسپورت. استایلش جوریه که یکم عموده، زیاد حالا بالا نیست که مورب باشه و لذت خوبی داره. این قسمت یه دونه دسته کروز کنترلر و کیفیت این دسته راهنما برف بکن به نظر من خوبه، یعنی از خیلی از ماشینایی که تا حالا بررسی کردیم و سطحشون بالاتر بوده اوضاعش بهتره. کیفیت داشبورد یه پلاستیک میشه گفت یه چرم نرم، کیفیت و متریال خوبی داره. این وسط خیلی خیلی ساده و ابتدایی ساخته شده، دکمه ها کیفیت خودشون رو حفظ کردن خوشبختانه و سقف سانروفی که کوچولو هست. اصلا ماشین اسپورت چه به سانروف و اینه، حالا اینم به نظر من زیاده، سانروف زیاد مهم نیست. ESP اینور خاموش میشه، آینه دید خوبی دارن، اون بک ماشین کامل توی آینه دیده میشه و لذت خوبی داره. دیده به عقبم به خاطر شیشه بزرگی که داره، برعکس این که ما شاید انتظار داشته باشیم که این ماشین دیده عقب خوبی نداشته باشه، اینجا اینجوری نیست و دیدش به نظر من خوبه، اونم به خاطر اون شیشه بزرگشه. کاپ هولدر یه دونه کوچیک یه دونه بزرگه، کوچیکش بطری آب معدنی همیشگی مونو میتونه نگه داره، بزرگش خیلی بزرگه باید بطری گنده باشه. این وسط یه دونه کنسول کوچیک و همه جای ماشین سر و صدا شنیده میشه، یعنی که افت متریال دیده میشه. ببینید اینجا هست، حتی توی رانندگی هم قرچ قروچ ریزی داره که توی میتونم بگم 90% ماشین کره ما اینو میبینیم. ترمز پارک دستی که همیشه من گفتم ماشین اسپورت باید ترمز پارکش دستی باشه و لذت خوبی داره. گیربکس این ماشین خیلی ساده است، 4 سرعته، یه حالت تعویض دستی هم داره و صفحه کیلومتر آنالوگ این ماشین خوشبختانه که البته غیر از اینم نمیشه دیگه، سال 2007 همین بوده
و تا 260 سرعت رو نشون میده و همین. ردیف عقب هم طبق معمول ما ماشین های کوپر ردیف عقب رو زیاد بررسی نمی کنیم چون عملا به درد هیچی نمی خوره. یعنی اون دو نفری که عقب میشینه باید قدشون زیر 160 باشه و خیلی هم قانع باشن که مثلا یه سفر 3-4 ساعته به شمال رو میرین تا اونجا قر نزنن، یا حداقل اینکه وقتی پیاده میشیم درد سرای خوابوندن صندلی‌ها رو تحمل کنن و یه 5-6 باری یه استراحتی بکنیم تا برسیم مثلا به شمال و مقصد. برای همین داخل ماشین کوپه خیلی ساده تر از ماشین سدان و شاسی بلنده. جنس سقفم یه پارچه میتونم بگم معمولی، خیلی خاص و خفن نیست. این دکمه هم همشون برمیگره به سال 2006-07 که ماشین کیا هیونده مثل آزرا مثل سوناتا اینا بودن، دقیقا همون جنس هستن، هیچ تفاوتی نداره. بریم سراغ رانندگی. بریم سراغ رانندگی با هیوندای کوپه FX. اول اینکه این ماشین یه دونه کیت اگزوز روشه که ریموتیه و وقتی زمین باز بشه یه صدای خوبی میده، نمیگم خیلی خفن و آنچنانی نمیشنوی. ترمز این ماشین در حد موتور این ماشین نیست. یه بار دیگه گاز بدیم. باحاله. میتونه سالا بهترم باشه ولی من خاموش میکنم چون سر و صدا خیلی زیاد میشه هم داخل هم بیرون برای مردم. ترمز این ماشین یکم ضعیفه. کلن کیا هیوندای تو بخش ترمزها مخصوصا تا قبل سال 2014-15 اونجوری خوب نبودن که مثلا پرفورمنسشون خوب بوده. این از این فرمونه این ماشین و حسال پشت داشبورد برای راننده به نظر من یه چیز ساده و میشه گفت بعد از این همه سال بازم راضی کننده است. دیده به اطراف و جلو اوکیه، در حد ماشین کوپه است، با اینکه صندلی خورده بالاتر هم هستن و گودتر بشه یه خورده شاید دید محدودتر باشه. سیستم تعلیق ماشین به تبع اینکه این ماشین اسپورت خشکه و میتونم بگم در حد سراتو کوپه هم نیست، از اون یکم خشکتره، سراتو کوپه نرمتره چون اصلا سیستم تعلیق اون مال یه ماشین سدانه نه یه ماشین اسپورت و از جی تی 86 یه خورده نرمتره. این ماشین از اون نرمتره. برای اینکه این ماشینا رو مقایسه کردم با هم دیگه چون اونا رو قبلا تست کردم و میتونیم بریم بررسیشو ببینیم. عملکرد گیربکس این ماشین یه گیربکس 15-16 ساله با تکنولوژی قدیمی، اونم از کره، یه چیز معمولیه. دقیقا میتونم بگم در حد گیربکس نیسان ماکسیما هست، ماکسیما اوتوماتیک، در حد اون عملکرد و معکوسا و دنده عوض کردناش مثل اونه. سر و صدای بیرون یکم زیاد میاد به داخل، اونم آیق کاریه شاید بگم یکم معمولی و ضعیف این ماشین رو میرسونه، اما برای اون موقع اون سن و سال و این قیمت به نظرم که خوبه، بد نیست. چیزی که کمپانی گفته برای این ماشین برای 0 تا 100ش گفته که 9.1 ثانیه طول میکشه این ماشین از 0 به 100 برسه. بریم اونو ببینیم برگردیم. هیوندای کوپه مدل 2008، موتور 2700 سی سی 6 سیلندره، خورجینی، تنفس طبیعی، 167 اسب بخار، 245 نیوتن متر گشت آور، ارتفاع سطح دریامون 1570 متر. من تک سرنشین بنزین معمولی میخوام ببینیم با بنزین معمولی ماشین قدیمی چه جوری جواب میده. وزن 1333 کیلوگرم، عدد کمپانی گفته 9.1 تا 9.5 ثانیه، آره این حدودا هست. ما تست میکنیم، دنده رو میذارم رو حالت دستی و کولرم خاموش میکنم، بریم ببینیم چی در میاد. ده و 14 با ESP روشن. حالا ESP رو خاموش میکنم و دنده رو میزنم رو حالت دستی. کیت اگزوزم روشن میکنم برای اینکه
نفس راحت تری بکشه، ببینیم که چی عذاب در میاد. صدام که دیدیم و اختلافش با عدد کمپانی و هر چیز دیگه‌ای خودتون میگین که اوکی بوده یا نه، اما رانندگی این ماشین به نظر من لذت بهتری از سراتو کوپه میده، یکم جمع و جورتره، واقعا اسپورته، نه اینکه فقط بدن رو اومده باشن اسپورت کرده باشن کوپه کرده باشن و انتظار اسپورت واقعی رو برای کاربر ایجاد کنن، اینجا نه، این قضیه بهتر از سراتو کوپه هست، ولی سر و صدای داخل با اینکه ماشین به نسبت حالا تمیزم هست، دستکاری فنی نشده، چون اکثر جنسیس ها و هیوندای کوپه ها دستکاری شدن، من چندی ماه دنبال یه دونه جنسیس کوپه سالم بدون دستکاری میگردم نتونستم، تا حالا همشون دستکاری شدن، اگرم نشده باشن ترکیدن، کوپه هم همین جوری انده بگن، این ماشین جزء معدود ماشینه که دستکاری نشده، از نظر فنی سالم و فابریک مونده و سر و صدایی هم که میشنویم به خاطر گذر عمرشه، به هر حال 15 سال از این ماشین گذشته، معکوسی که میکشه با دنده یک تقریبا 65 تا داره میره، با دنده دو صد و فکر کنم 30 تا بره، حالا نتونستیم اینجا پر کنیم ولی فکر کنم اینقدر بره، من به خاطر ترمزشه که زیاد حساب نمی کنم روش، وگرنه دوباره گاز میدیم ببینیم که چقدر میره. صد، صد و ده، صد و بیست، صد و بیست، ببینید ترمزش ترمز نداره، ازم واقعا ترمز نداره، الان مالک پیشم خودش داره میخنده، واقعا ترمز نداره، برای این قدرت و این شتاب ضعیفه، باید ترمزاش افتر مارکت تعویض بشه و کاستوم بشه که بهتر بشه اگه کسی ماشین رو میخره. تو این بازار با بودجه 500 تا 700 تومن انتخاب زیاد نیست برای ماشین اسپورت، شاید آلفا رومو جولیتا رو بعضیا برن بخرن که اونم یه انتخابه، بعضیا سراتو کوپه، بعضیا این، با یه بودجه یکم بالاتر جی تی 86 کم هم خلاصه انتخاباتی محدوده، ولی به نظر من از نظر به صرفه بودن و کم خرج بودن ماشینی که میشه بهش فکر کرد، البته سراتو کوپه پرفورمنس پایین تری داره و مسلمن هم خرج پایین تری داره چون ماشین اقتصادی تری هست نسبت به این ماشین. الان توی سرواله لواسون از سمت لواسون به بالا هستیم، سر صدای داخل عوارض جاده کاری میکنه که ترق ترو به این برانور و درا و عقب و شیشه عقب همه چی ما بشنویم اینجا، اکثر البته یه سری چیزا هم تو صندوق هست، یه سری وسایل صدای اونا میاد، ولی بازم یه ماشین اسپورت کره‌ایه، من هیچ انتظاری از این داستان، اینجا پیچ سورنتوه، اینم اسمشو میذارم پیچ سورنتو، اینجا بود که عقبش در رفت، ولی کششش توی سربالایی خوبه، به نظر من که آدم رو راضی میکنه، این سر و صدایی هم که میشنوی همش مال داخل و صندلی و سرنشینی که بغل من هست، پایه دوربین و یکم ماشین سر و صداش زیاده، دیفرانسیل جلو بودنش باعث میشه که عقبی نداشته باشه که در بره، یعنی دیفرانسیل عقب اگه بود مثل جنسیس به قول مالک همه جدول ها همه گادریل ها رو میزدیم تا حالا، و ESP هم خوب عمل میکنه. حالا برای اینکه بهتر بفهمیم چجوری هست بریم سراغ پیچه لواسون. توجه، محل مسکونی نیستیم، پیچه های لواسون رو با اگزوز بزنیم بهتر.
پایین هیچی بهتون نمیگم که نظر خودم بگم. قاطی کرده دیسکا تاب دارن تو موضوع بهشون فشار اومده و من این پیچ هم میزنم اینجوری خیلی خوب نگه میداره. ببینید واقعا خوب نگه میداره. دلتون بخواد داغ کرده، یعنی الان عملا هیچ ترمزی ما نداریم، بهتون گفتم از اول. و واقعا با این ترمزا سیستم کنترل پایداری این ماشین به نظر من معرکه عمل میکنه. اگه این ماشین دیفرانسیل عقب بود مسلما اینجوری بازدهی ما نمیگرفتیم ازش. بریم تو سرباله این دفعه. اصلا پیچه رو با صدای بلند بزنی یه حال دیگه ای داره. نسبت این ماشین و قیمتش واقعا عالیه. ببینید اون خط خودش دقیقا اون خطی که من فرمودم. عمدن دارم امتحانش میکنم اصلا. سال 2023 که این ماشین طراحی شده خیلی 20 سال پیش میشه. به نسبت قیمت یکی از بهترین ماشیناییه که تو بخش هندلینگ تا حالا بررسی کردیم. برای اینکه جمع‌بندی کنم، با بودجه حدود 500 تا 700 تومان ماشین اسپورت زیادی نمیشه پیدا کرد، ولی یکی از بهترین انتخابا به نظر من توی این وضعیت ایران همین ماشینه. من حالا پیچه رو برای خودم میزنم، اینم یه بار ببینین که من چجوری خودم پیچ میزنم. این که با بودجه حدود 500 تا 700 تومان چه ماشین اسپورتی الان امروز اواخر اردیبهشت 1401 میشه خرید. خوشحال شدم که با بررسی ماشین با ما همراه بودین. تا بررسی بعدی ماشین بعدی هم بدرود.